وقتتون بخیر و به این بخش خبری خوش آمدید در آسانگی فرارسیدن اربعین حسینی مرجعیت شیعه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی مدظله بیانیه صادر فرمودند مرجع عالیقدر قدر جهان تشیع بیانیه خود را با روایتی از امام صادق علیه السلام درباره زائران سید الشهدا علیه السلام آغاز نموده و ادامه دادند با تأسیب امام صادق علیه السلام من نیز دست دعا و نیاز به درگاه حضرت باری تعالی بلند نموده عرضه می دارم خدایا تو را پیوسته و همیشه و بسیار بر این نعمت بزرگ شاکر و سپاسگزارم هرچند در انجام آن ناتوانم مرجعیت شیعه افزودند اما کسانی که امسال موفق به حضور در زیارت با عظمت اربعین و خدمت به زائران حضرتش نشده اند از خدای منان بخواهند که آنان در اجر و پاداش شرکت کنندگان شریک گردانند چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند هر کار قومی را دوست بدارد در عمل آنان شریک خواهد شد معظم الله سپس با اشاره به جریانات مختلف تاریخی که در آنها زائران سید علیه السلام توسط ظالمان و خونریزان در دورانهای مختلف مورد انواع اذیت‌ها قرار گرفته و حتی صدها هزار تن از شیعیان در این راه جان خود را فدا نمودند افزودند آنچه مسلم است اینکه تاریخ بشری از زیرباز تا به امروز به یاد آورد که شاهد تجمع سالانه دهها میلیون از انسان ها با گرایش های مختلف ملی، قومی، نجادی و حتی در برخی موارد دینی و مذهبی مانند حضور در مراسم زیارت میلیونی اربعین حسینی بوده باشد. معظم الله افزودند این جانب بنا به مسئولیت شرعی خود از همگان که به یاری امام حسین علیه السلام شتافتند از جمله زائران و خصوصا کسانی که با پای پیاده به این زیارت مقدس رفتند و کسانی که وسایل ضروری زندگی خود مانند خانه، خودرو و حتی محل امرار معاش خود را کریمانه در راه فراهم آوردن امکانات رفاهی و نیازهای زائران تقدیم کردند، قدردانی می‌نمایم. همچنین از اصحاب رسانه های جهانی که به طور شبانه روزی و بدون وقفه و احساس خستگی برای گزارش واقعیت های آموزنده و منظره های و رساندن آن به جهانیان کشیدن تشکر می کنم. معظم الله در ادامه از افراد صاحب نفوذ در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی خواستند در فراهم آوردن وسایل راحتی زائران مانند صدور گذرنامه، ویزا و غیره کوتاهی نکنند تا در صف کسانی قرار نگیرند که در یاری امام حسین علیه السلام کوتاهی کردند و به این جهت مشمول نفرین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شوند و در دنیا و آخرت در شمار شرمساران قرار گیرند مرجعیت شیعه در پایان با اشاره به فرمایش امام حسین علیه السلام که فرمودند میخواهم راه جدم و پدرم علی ابن ابی طالب علیه ما سلام را به پیمایم تاکید کردند کسی که تاریخ حکومت رسول اکرم و امیرالمؤمنین علیه ما سلام که نیمی از دنیا را تحت حکومت خود داشتند مطالعه نماید در میابد از آغاز تاریخ تا به امروز میمانند بوده و هست در حکومت آن دو بزرگوار حتی یک فقیر که بر فقر خود باقی بماند وجود نداشت یک نفر که به اتهامات سیاسی ادام شود وجود نداشت یک نفر که به جرم سیاسی زندان برود وجود نداشت یک نفر که به جهت بدهی به زندان برود وجود نداشت و حتی فروش زمین از طرف حکومت نیز وجود نداشته است ایشان افزودند حکومت جهانی سرور و مولایمان حضرت بقیت الله مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف مانند حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و, علی و حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام است بنابراین باید حکومت‌ها و سازمان‌های جهانی خصوصا حکومت‌های اسلامی شیوه حکومتداری و سیره والای انسانی را از حکومتداری رسول خدا امیرالمؤمنین و امام زمان علیه السلام بیاموزند تا همه ملت‌ها و حکومت‌ها در تمام عرصه‌ها و صحنه‌ها زندگی بهتر و برتری داشته و از بهترین‌های دنیا برخوردار شوند